امشب فرشید امین هنرمند محبوب ساکن لس مهمان شباهنگ چهره ای که سالهاست در عرصه موسیقی فعال و ترانه های خاطر انگیز بسیاری داره در دقایق آینده درباره آلبوم جدید و برنامه های تازه فرشید امین گفتگو میکنیم با این توضیح که بعد از برنامه گفتگو با فرشید رو در صفحه فیسبوک شباهنگ ادامه میدیم و دقایق بیشتری با او خواهیم بود فرشید امین باید سلام میکنم و درود میفرستم مرسی از اینکه در لس با ما هستی سلام به شما سلام به همه بینندگان عزیز مرسی مرسی از شما پیش از اینکه به سراغ موسیقی بریم فرشید یه مقدار درباره خودت صحبت کنی زورا کجا هستی چی کار میکنی زندگی چطوره <تصفح> زندگی خوبه خدا رو شکر زندگی یه روز سخته یه روز آسونه ولی رو هم رفته راضی هستم و از اونجایی که همیشه فکر کردم هیچ کدوم ها از ما طلب نداریم از خدا همیشه شکرگزار هستم و دارم کارهای هنری ما ادامه میدم بهشون یه مقداری سرمون شلوغ بود به خاطر یه سری از برنامه ها برای کریسمس و بعد از کریسمس الان هم دوباره داره برنامه های عید نوروز شروع میشه برای کنسرت های مختلف در جاهای مختلف دنیا و یکم سرم شلوغ این کارا هستش و تازگی یه آلبوم هم دارم بیرون میدم درست قبل از عید نوروز انشالله از طریق کمپانی آونگ این آلبوم بیرون میاد به نام Tomorrow یعنی فردا که یه آلبوم خیلی پرتحرک و پر انرژی هست پر از امید امید به فردا و تو این حالا هوا هستم در حال حاضر بسیار ولی چون آلبوم رو گفتی دیگه من باید در اینجا به همین نکته بپردازم که خیلی هم پرسششون این بوده چرا مدت یا فرشید کمکار یا آلبومی ازش بیرون نیمده اگه توضیح بیشتری داری در این بار خوشحال میشیم بشنویم حقیقتش اینجاست که من در کمکار نبودم برنامه ها همیشه بوده کنسرت ها بوده و از طریق تلویزیون ها، رادیو، رسانه های گروهی، اینترنت ویدیوهای من پخش شده در این چندین و چند سال ولی آلبومی به بازار ندادم الان نزدیک پنج یا شیش سال میشه دلیلش هم این هستش که به خاطر دانلود کردن آهنگ ها و آلبوم ها الان یه جوری شده که کمپانی ها براشون خیلی مشکل شده که بخوان بودجه بذارن برای خواننده و یک آلبوم فول آلبوم یعنی آلبوم تکمیل و تموم رو به انجام برسونن و پخش کنن توی بازار بنابراین بیشتر حالت سینگل بیرون میاد آهنگ ها من هم به نوبه خودم به عنوان یک ای که در لس آنجلس فعالیت میکنه بیشتر از همه دارم این سینگل ها رو بیرون دادم در این چندین و چند سال و هشت تا از این ها رو یک مجموعه کردیم که یک آلبومی شده گفتم به نام فردا یا تومارو که اون هم امیدوارم تا عید نوروزمون به بازار بیاد و فرشید حالتی که ترانه ها به صورت سینگل یا تکی منتشر میشه چه احساسی واسه خواننده داره یعنی آیا تفاوت خاص یا ای تو نحوه کار شما ایجاد میکنه 100 صد درصد خیلی زیاد به خصوص برای یکی کسی مثل خود من که ترانه میگم آهنگ مینویسم تو کار تنظیم ارنجمنت دست دارم خیلی مشکل شده الان چون قبلا ها من فکر 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا ترانه و آهنگ مختلفی رو که داشتم میکردم و اینا رو به یک مجموعه کنار هم میذاشتیم و یه آلبوم بیرون میومد و اون آهنگایی رو که حس میکردیم بیشتر حالت کامرشال داره یا هیت داره اونها رو ویدیو میکردیم و به بازار ارائه میدادیم الان خیلی مشکل شده به خاطر اینکه همش اون آهنگ بعدی که بیرون میاد اون مهمه دیگه این نیستش که از این هشت آهنگ چند تاشو مردم دوست دارن چند تاش برای کنسرت خوبه چند تاش برای کلاب خوبه اینجوری نیست دیگه این درست همه شده یک آهنگ و این آهنگ بعدی که بیرون میاد خیلی مهمه از نظر اینکه شما میخواین یه آهنگ هیت داشته باشی توی بازار آیا میخوای یه آهنگی داشته باشی که برای بیشتر حالت کنسرتی داشته باشه آهنگ کلابی میخوای آهنگ غمگین میخوای بیرون بدی آهنگ شاد بیرون میخوای بدی هر کاری که الان میخوای بکنی بر اساس اون یک تک آهنگ هستش و در حقیقت اون نمیتونم بگم کارنامه هنری ولی اون کار بعدی رو که داری ارائه میدی همش شده بر اساس یک آهنگ و برای کسی مثل خود من که آهنگ رو میسازه ترانه رو میسازه یکم مشکل شده کار از نظر اینکه کدوم رو آدم انتخاب بکنه الان آهنگ غمگین بده بیرون آهنگ تند بده بیرون آهنگ رقصی بده بیرون از این نظر یکم برای من مشکل شده کار خب با توضیحاتی که میدی و با توجه به سالها حضور درخشانی که در عرصه موسیقی داشتی در حال حاضر ترجیح میدی بیشتر به سراغ چه ترانه ها یا آهنگایی بری آیا از نظر شخصی هیچ سبک مشخصی هست که بیشتر به حالات و روحیات خودت نزدیک باشه حقیقتا الان چندین و چند ساله که من دوست دارم کارهایی انجام بدم که حالت آرومتر داره بتونم بیشتر صدامو توش نشون بدم تا اینکه ریتم آهنگ رو دلیل اینکه این, این حرف رو میزنم اینه که هرچی آهنگ ریتمش بیشتره آدم به عنوان خواننده کمتر میتونه صداش رو به کار بگیره بیشتر ریتم هستش که دیکته میکنه اون ترانه و آهنگ رو ولی خود من از نظر شخصی ترجیح میدم کارهای رومانتیک کارهای آرومتر رو انجام بدم ولی به دو دلیل این کارو نمیکنم یکی اینکه گفتم به خاطر اینکه اون یک آهنگ بعدی خیلی مهمه از نظر اینکه برای کنسرت ها برای کنسرت گرفتن برای برنامه های آینده از این نظر خیلی مهمه که آدم یه هنرمند ترانه شاد و یا پرتحرک به بازار بده و همین که من فکر میکنم اصولا ملت ما در یک موقعیتی الان قرار گرفته از نظر تاریخی که بیشتر و بیشتر به آهنگ های پرتحرک و پرامید و شاد احتیاج داره بنابراین از نظر خود من از نظر شخصی خود من با اینکه از نظر خودم زندگی الان یه جوریه که خودم بیشتر حال و هوای آهنگ های آروم و حتی غم رو دارم ولی به خاطر کنسرت ها و به خاطر مردم بیشتر و بیشتر آهنگ های شاد یا پر انرژی دارم تهیه میکنم فهاشید، خیلی از طرفدارات پرسیدن که با چه ترانه سرایان یا آهنگسازایی همکاری میکنی و اصولا خودت چقدر در تهیه و تولید این ترانه ها یا آلبوم ها نقش داری و چه میزان ما حضور پررنگ رو تو کار میبینیم؟ من فکر میکنم از نظر ترانه آهنگ بیشتر من ۹ درصد کارام رو خودم انجام دادم، من دو ترانه تا حالا تهیه کردم از اشخاص مختلف از ترانه سران مختلف و تمام آهنگ خودم ساختم و حالت آهنگ هم آهنگ های بازسازی شده نبوده حالت کپی آهنگ های دیگر نداشته به زبون های همه حالت اوریژینال بوده از خودم بوده بنابراین از اونجایی که ترانه رو میگم و آهنگ رو مینویسم و خودم در استودیو هستم با کار ارنجمنت سر کار دارم و میدونم دقیقا چه سازهایی رو میخوام ازشون استفاده کنم و چه کورد هایی رو چه نوتهایی هایی رو میخوام ازشون استفاده بکنم فکر میکنم 80 درصدش اون حال و هوا و رنگ کاری خودم رو داره کارهایی رو که تا حالا ارائه دادم به بازار یکی از تک هایی که ازت منتشر شده بعد از نسترن هست که خیلی مورد توجه قرار گرفته خیلی ها گوش کردن رو اینترنت و بقیه سایت ها خیلی هیت گرفته بیننده زیاد داشته این چه داستانی داره بعد از نسترن از کجا شروع شد حقیقتش من یک آلبومی به نام بانو در سال 2000 از هم منتشر شد که تمام اسامی اون اسم های بانوان ایرانی بود نسترن هم یکی از اونها بود که یک ترانه بودش یه همونطور که, که میدونید خیلی مورد توجه قرار گرفت در همون زمانها شاید از که ده سال پیش من ترانه بعد از نسترن رو هم نوشته بودم و فکر کردم یه حالت جالبی داره که از ترانه خودم بتونم یه طوری که من میخواستم انجام داد و واقعا یه چیزی درست کرد که کاملا مطابق میل خودم بود و خیلی خوشحالم از این موضوع و ازشم خیلی تشکر میکنم همچنین کجی زادوری که ویدیو این آهنگ رو برای من تهیه کرد و و این هم میدونم که خیلی مورد پسند قرار گرفت و باید تشکر کنم در اینجا از هموطنان عزیزم برمید فکر میکنی اصولا چرا این ترانه نسترم به این صورت مورد توجه قرار میگیره شما با خیلی صحبت میکنی وقتی میگم فرشید امین میگن خاننده نسترم یعنی شما رو با این میشناسن چه احساسی داره به عنوان خاننده این کار؟ من حس میکنم از یه طرف خوبه از یه طرف هم زیاد خوب نیست از این طرف خوبه که شما رو با یک ترانه میشناسنتون یعنی اینکه اون ترانه انقدر قوی بوده یا آهنگش انقدر قوی بوده و به دل ها نشسته که اون برچسب اون آهنگ رو شما میمونه و از این نظر خب قدرت کار رو نشون میده ولی از طرف دیگه هم حیف کارهای دیگه ای که فرشید امین انجام داده مثل دیدی گفتم مثل حیف مثل تو فکرتم کارهای دیگه ای که شاید سنگین تر بوده و اونها کمتر از نمیخوام بگم کمتر از نستران مورد توجه قرار گرفته ولی برچسب اون کارها روی من نخورده از یه طرف خب میگم واقعا افتخار میکنم بهش سعادت منه از یه طرفم از یه طرفم میگم حیف که یک سری از کارهای دیگه هم زیر پرچم نسترن آهنگ نسترن رفته و اون شاید بتونم بگم اون توجهی رو که ترانه نسترن گرفته اونها نتونستن به این اندازه بگیرن فرشید عزیز ما داریم به پایان این گفتگو در تلویزیون نزدیک میشیم اگر شما پیامی داری برای بیننده های تلویزیونی یا نکته خاصی هست که میخوای بهش اشاره کنی خوشحال میشیم گوش کنیم بعد از پایان برنامه این گفتگو رو در صفحه فیسبوک شباهنگ ادامه میدیم حتما من فقط میخواستم بگم آلبوم بعدی که در میاد از تومارو یعنی فردا و دلیل اینکه این اسم رو روی این آلبوم گذاشتم با یک کاور کاملا سفید که حالا وقتی که بیرون بیاد به امید خدا میبینیم همه میخواستم یه آلبومی باشه پر از امید امید به فردا پر از انرژی و یک چیزی باشه که مردم ازش نه فقط لذت ببرن ولی واقعا میخواستم بهش به ترانه هاش گوش کنن و امید رو از دست ندن و همیشه امیدوار باشن به فرداها به فرداهای بهتر فرداهای روشنتر. شما هر موقع که ویدیوهای این کار آماده شد برای ما بفرستی ما در شباهنگ پخش میکنیم تا طرفدارات راضی باشن و لذت ببرن <applause> با امید خدا بیشتر از کارهای این آلبوم ویدیوهاش در اومده به صورت سینگل بوده و اینها مجموعه شده در این یک آلبوم برابر این خیلی از ویدیوهاش بیرون هست ولی هر کار جدیدی که بیرون بیاد صد درصد صد درصد در شما خواهید اون رو دید از اولین اشخاصی بود خواهید بود که اون رو میبینید ازت سپاس گذارم تشکر میکنم ما هم با پایان این گفتگو شباهنگ رو به انتها میرسونیم همونجور که خدمتون گفتم بعد از پخش قطعه کوتاهی از موزیک ویدیو فرشید امین مصاحبه با او رو در صفحه فیسبوک شباهنگ ادامه میدیم من اونجا فقط پرسش و سوالایی که شما برای ما فرستادین از فرشید میپرسم که به تب مسائل و موضوعات گوناگونی رو در بر میگیره بیننده های تلویزیونی روز و شبتون بخیر سری به صفحه ما در فیسبوک بزنید بخش دوم گفتگو با فرشید امین رو آغاز میکنیم همونجور که خدمتون گفتم در این قسمت من فقط پرسش ها و سآل که از طرف بیننده ها و طرفدارای فرشید امین به دستمون رسیده با او مطرح میکنم فرشید عزیز به سلامی دوباره دارم تشکر میکنم از اینکه قبول کردی دقایق بیشتری با ما باشی تا به این سوالا که تعدادشون هم خیلی زیاده جواب بدیم خواهش میکنم بفرمایید و مثل همیشه یادآوری میکنم خیلی ها به شما سلام رسوندن تبریک گفتن برای آرزو موفقیت کردن پیام های محبت ها زیادی داشتیم که من دیگه از گفتن اونا صرف نظر میکنم میرم سراغ اون پرسش هایی که بیشتر مشترک بوده و فکر میکنم شاید سوال های زیادی رو در بر بگیره یکی از دوستان از ایران گفتن ببخشید ببخشید اگه میشه منم آرزوی موفقیت میکنم برای تمام کسانی که پیغام دادن مسج دادن چه در اینجا چه در فیسبوک خودم چه در سایت فان سایت خودم هستش به همشون سلام میگم و آرزوی بهترین ها رو دارم برای تک تک شما عزیزانم میبخشید بفرمایید خواهش میکنم یکی از اون سوالایی که خیلی مطرح شده این که میگن شما در کجا به دنیا اومدی و اصطلاح بچه کجا هستی از چه زمانی رفتی سراغ موسیقی و تصمیم گرفتی خواننده بشی. حقیقتا بهتون میگم من بچه ایران هستم و دلیل دارم برای این حرفم به خاطر اینکه در شهر اهواز به دنیا آمدم و در سن سه ماهگی پدرم از اونجا اینکه شغلش نظامی بودن از یه شهر به یه شهر خیلی زود منتقل میشدن هر شش ماه یک سال منتقل میشدن به ای شهر دیگه من در اهواز به دنیا آمدم در سن سه ماهگی پدرم و خانواده مادرم از اهواز رفتن به تهران منم باشون در تهران بودم تا کلاس اول دبستان بعد به مدت نه ماه در نقطه های مختلف ایران در دو سه جای ایران مثل رضاییه که ارومیه میشه یا حتی برای شیش ماه در شهر سنندج در کردستان زندگی کردم و بعد دوباره به اهواز برگشتیم برای شیش ماه و بعدم دیگه به انگلستان رفتم طرف کلاس سوم چهارم دبستان برای من این هر جور حساب میکنین میبینیم واقعا بچه ایران هستم چون در نقاط مختلف زندگی کردم و هیچ جا رو بغیر از اون 6 سالی که در تهران بودم در جایی به اون صورت زندگی نکردم ب... که بتونم بگم بچه اونجا هستم بنابراین میگم بچه ایرانم بسیار عالی دوست دیگری گفته که اولین آلبوم چه زمانی منتشر شد اسمش چی بود و الان که بهش گوش میکنی چه احساسی داری آیا راضی هستی از اون کار اولین آلبومی که از ما منتشر شد از طریق شرکت پارس ویدیو بودش آلبومی بود به نام آوای من و ترانه های اون حقیقتاً ترانه ها و آهنگ هاش برای من ساخته نشده بود من اون ترانه ها و آهنگ ها رو ساخته بودم برای خواننده هایی که در اون زمان در لس آنجلس زندگی میکردن دلیلش هم این بودش که من تو کار موزیک آمریکایی بودم و فقط ترانه می نوشتم و آهنگ می ساختم به فارسی ولی خودم هیچ اونها رو اجرا نمی توی بند آمریکایی موزیک اجرا می کردم آمریکایی بود که خودمون می و اجرا می کریم. و اون آلبوم وقتی که بیرون اومد خیلی ترانه حالت فکر میکنم آهنگهاش هم حالت یکی از الگوهای خود من مثل آقای داریوش رو داشت یا فرهاد یا فریدون فروغی تو اون مایه ها بود بیشتر و کار و استایل خود من نبود وقتی که این آلبوم بیرون اومد من دو تا چویس داشتم یعنی میتونستم انتخاب کنم بین دو راه یا اینکه یه راهی رو باید انتخاب میکردم که میرفتم زیر پرچم یک خواننده دیگه و کارهایی را انجام میدادم که قبلا شنیده شده بودن و تقلیدی بود از کارهای کس دیگری که البته خیلی هم خوب بود خیلی ها دوست داشتن اون کارها رو ولی خود فرشید امین نبود و در اون زمان ها من یادم در ایران خیلی ها افتخار میکردن که کارشون شبیه یه نفر دیگه باشه ولی در لس آنجلس در همون زمان ها هم درست برعکس این بودن کمپانیا کسی رو میخواستن که خود خودش باشه کسی رو نمیخواستن که شباهت داشته باشه کارهاش به کس دیگه ای بنابراین وقتی که آلبوم دومم در اومد آلبوم بانو که آهنگ نسترن و بانو اینها توش بود اون دیگه کاره بودش که بیشتر به کارهای خودم شبی بود کارهای بکر بود قبلا هیچ وقت انجام نشده بود کسی اون جور موزیکو هیچ وقت نشینده بود تا وقتی که فرشید امین اون موزیک رو پروڈیوز کرد بنابراین آلبوم اولم با اینکه خیلی ترانه هاش به نظر من غنی بودن آهنگ های بسیار زیبایی خودم میدونم ساخته بودم و خودم راضی بودم ازشون برای خودم برای کارنامه هنری من یه چیزی نبودش که من ازش راضی باشم به خاطر اینکه حس میکردم خود خودم نبودم ولی از آلبام دوم که بانو بود و در سال 2000 منتشر شد دیگه اون ستایلی بودش که خودم به صنعت موسیقی ایرانی اضافه کردم و به بازار موسیقی ایرانی آوردم و تا امروز هم دیگه ادامه داشته دوستان بسیاری پرسیدن ترانه هایی داری شما که نام خانم ها و بانوان ایرانی روی آنهاست اشاره هم کردید که خب مجموعه بوده آلبومی که همه اینا رو در بر می گرفته پرسیدن که آیا این اسامی شما از کسی الهام گرفتی یا اینکه نه بر اساس وزن و شعر و قافیه جور شده به این صورت یه ترانه شده حقیقتا بیشتر از طرف به خاطر ترانه و حالا وزن شعر اینطوری بوده کار شخص به خصوصی نبوده به نام نسترن یا بانو یا لیلا یا لاله یا رویا به خاطر خیلی های مختلف بودن این یه چیز پرسونال یه چیز شخصی نبوده و این فقط با ترانه و آهنگ بوده و دلیلش هم این بود حقیقتا که من میخواستم خیلی از این اسامی و این اسمها رو جاودانه بکنم از این نظر که میخواستم با نوشتن اینو من بارها گفتم با نوشتن ترانه هایی که حالت ایهام داشت یعنی دو معنی میداد بتونم از اون اسم استفاده کنم و یک چیزی از اون ترانه در بیارم که واقعا معنی اون اسم رو بیرون بیاره حالا چه ترانه نسترن که میتونه درباره گل باشه چه آهنگ مثلا سپیده که میگه غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده خب این میتونه درباره یه اسم یه نفر باشه یا واقعا میتونه درباره شب و روز دارین صحبت میکنیم میخواستم از این طریق یه کار ابتکار جدیدی به خرج داده باشم که در اون زمان هم واقعا ابتکار جدیدی بود کسی تا حالا این کار نکرده بود که تمام آلبوم اسامی بانوان مختلف باشه ولی در حقیقت هیچ کدوم از اینها حالت شخصی یا خصوصی هیچ وقت نداشته و نداره دوست دیگری پرسیده که چه میزان شما با موسیقی آشنا هستین چه سازایی میزنین و اگر پاسخ مثبته این آشنایی با موسیقی چقدر بهتون کمک میکنه در خوندن بهتر ترانه ها من پیانو میزنم گیتار میزنم بیس گیتار میزنم موسیقی رو میشناسم و خوانندگی از نظر صدا تا یه حدی زدن یک اینسترومنت به یک خواننده میتونه کمک بکنه ولی از نظر گوش یعنی از نظر اینکه اون خواننده بدون خودش واقعا داره درست میخونه یا درست نمیخونه اون وقت صد درصد کمک میکنه زدن این یک اینسترومنتی یک سازی مثل مثلا پیانو یا گیتار کاری که میکنه به خاطر اینکه نوتاش همش درست هست و آدم وقتی که این نوتا رو میزنه هر دفعه بهش میگن تو یعنی نوت اصلی هستش خواننده عادت میکنه گوشش به این نوت ها و بعد از یه مدت دیگه خودش درست میخونه و اگر یکم پس و پیش بخونه یکم به قول خودمون میگیم فاش بخونه خودش خودش متوجه، راحت متوجه میشه برخلاف کسی که اینسترومنت نمیزنه ساز نمیزنه خیلی وقتا خواننده هایی هستن که صداهای بسیار خوبی دارن ولی وقتی که فاش میخونن گوش خودشون متوجه نمیشه که دارن اشتباه میخونن و با اینکه خیلی زیبا دارن میخونن ولی نوتو دارن دقیقا درست نمیخونن و این به خاطر عدم دانش یک ساز موسیقی است اگر یک ساز رو میتونستن بزنن صد درصد اون هم درست میشد دوست دیگری پرسیده که تا چه میزان به کارهای گذشته خود وفادارید یعنی آیا در سری جدید به سراغ ترانه های میرید که به قول ایشون شاد و ریتمیک و شیش و هشت باشه یا ترانه های رقصی که طرفدارای بیشتری هم داشت ام من گفتم دوست دارم که آهنگ های آروم بیشتر اجرا بکنم ولی به خاطر اینکه من خواننده روی صحنه هستم اصلا واقعا کار من با اینکه توی استودیو خیلی دست دارم توی کارها ولی من ترانه رو و آهنگ رو برای صحنه می نویسم و وقتی اینو میگم نمیدونم معنی میده یا نه ببینید یه سری آهنگ هستش که خیلی مثلا با نوت خیلی پایینی شروع میشه خواننده اون با خیلی نوت خیلی پایینی شروع میکنه و بعد اوج میگیره اینجور ترانه ها برای صحنه خیلی خوب کار نمیکنه دلیلش هم این هستش که مردم مثلا در اون زمان که شما میخواین این آهنگ رو اجرا بکنید به صورت زنده مردم دارن داد میزنن هورا میکشن صدا زیاده و در اون, س... در اون, لحظه شما وقتی که اون نوت پایین رو میخوای اجرا بکنی بخونی اصلا صدا نمیاد بنابراین بهتره که برای صحنه مثلا از نوت های بالا شروع کنیم اگر تران های خود من رو نگاه بکنید متوجه میشید آهنگ من همیشه با نوت های بالا شروع میشه اونها به خاطر این هستش که از همون شروعش این کار برای صحنه ساخته شده که وقتی که خواننده میاد روی سحنه اینو میخونه حالا چه خودم باشم حتی اگه یکی دیگه هم بخواد اینو اجرا بکنه براش خیلی راحت این کار اجرا میشه چون که نوت های جوری ساخته شده که هر چقدر التهاب داشته باشن مردم هر چقدر صدا از طرف مردم بیاد بازم به خاطر اینکه شما با نوت بالایی داری شروع میکنی صدای خودت خوب می‌شنوی و خیلی خوب میتونی این آهنگ رو اجرا بکنی من کارم رو برای صحنه میسازم و به خاطر همینم هم هستش که فکر میکنم برگردم آهنگای 6 و 8 دوباره بسازم آهنگایی رو بسازم که پر انرژی و پر تحرک باشه با اینکه قلبم و روحم از من می‌خواد که کارهای آروم‌تر انجام بدم این یه بالانسی هستش که من باید در درون خودم نگه دارم در تمام مدت که قلبم یه چیزی رو از من میخواد ولی فکرم یه چیز دیگر رو ارائه میده دوستان دیگری پرسیدن آیا علاقمند هستید با هنرمندان جوانی که داخل ایران زندگی میکنن همکاری داشته باشید ترانه سراها، شاعرها، هنگسازا و یا حتی تنظیم کننده ها و اگر پاسخ شما مثبته این کارا باید چه ویژگی داشته باشه چطور با شما تماس بگیرن؟ حقیقتا خیلی دوست دارم این رو بکنم بله دوست دارم با کسایی که در ایران هستن تماس داشته باشم و دارم متاسفانه جب لس آنجلس و جب کاری من یه جوریه به خاطر برنامه های متعددی که دارم و کنسرت هایی که دارم خیلی سخته که بتونم تمرکز بکنم روی یک کاری روی یک ترانه ترانه ها و آهنگ های بسیاری از ایران میاد همشون هم خیلی زیبا هستن یا اقلا نگم هم هم همشون اقلا نصفشون 50% 50 درصدشون خیلی زیبا هستم فقط این ذهنیت رو ندارم که بشینم بر روی یک دونه شون وردارم و کار کنم ای کاش این روزها اون روزهای ساختن آلبوم بود که میتونستم 10 تا ترانه و آهنگ رو اه، یا ترانه رو جمعآوری کنم یا کارهای مختلف حتی تنظیم مختلف ترک های مختلف رو نگاه کنم روشون ترانه بسازم آهنگ بذارم ولی میگم به خاطر اینکه فقط یک کار الان اه، تو فکر من هست یعنی ترانه بعدی رو که باید اجرا بکنم آهنگ بعدی رو که باید ویدیو بکنم و به بازار بدم بنابراین خیلی مشکل شده که آدم بتونه یک دونه از اینها رو انتخاب کنه ولی جواب سوال شما رو بخوام بدم دوست دارم این کارو بکنم و اگر دوستان کارهایی دارند که زیاد شبیه کارهای خودم نباشه یعنی مثلا میگم خیلی از دوستان برای من ترانه میفرستن و اسم اسم دختری هستش چون میگن خب صرفا فرشید امین درباره پای دخترها خونده حتما اینجوری دوست داره نه من اتفاقا درست برعکس چون اون کارها رو خودمم میتونم انجام بدم اگه کارهایی هستش که فرشیدم این انجام نداده و شما نشنیدید و حالت جدیدی داره برای من اون کارها رو بیشتر دوست دارم بشنوم و بتونم روشون کار کنم حتما دوست دیگری گفتن رقابت در این بازار شلوغ و پر از خواننده چطوره ما هر روز شاهد ظهور های جدیدی هستیم که ماشاءالله تعدادشون هم خیلی زیاده شرایط کاری برای فرشید امین چگونه است؟ خیلی خوبه خدا رو شک دلیلش هم اینه که میگم من خواننده روی صحنه هستم ببینید شما مثل تیم فوتبال میمونه یه جورایی شما میتونید یه تیم، تیمی رو بذارید بگید این بازیکنها رو داره و یک مهره خیلی بزرگی رو ازشون اسم ببرید یک با... یه سری بازیکنان بسیار خوبی رو بگید در این تیم بازی میکنند خب تیم بسیار قوی هست ولی تا وقتی که روی زمین فوتبال نره و بازی نکنه و نشون نده که میتونه ببره میتونه گل بزنه میتونه واقعا بازی کنه همش بقیهش در حالت به قول معروف آماری داره ستیستیکس داره فقط بله تیم خیلی قویه به نظر میاد خیلی خوب باشه ولی باید بره بازی کنه موسیقی هم الان اینجوری شده بله خیلی خواننده ها اومدن و خیلی هم آهنگای زیبایی دادن ولی من نمیدونم از نوع صدایی که میشنوام ازشون و کارهایی که میشنوام نمیدونم روی صحنه چقدر قوی خواهند بود و خوشبختانه خوشبختانه موسیقی دنیا الان اینجور شده نه فقط موسیقی ایرانی موسیقی دنیا شده موسیقی روی صحنه دیگه این کافی نیستش که شما یه آهنگی از یه خواننده توی ماشینت گوش کنی بگی به بچه قشنگه به اونجا ختم بشه نه اگه اون خواننده میخواد کنسرت بده کار بکنه به قول معروف و از این راه زندگیش رو بگذرونه باید بتونه روی صحنه برنامه اجرا کنه و اونجاست که باید صدای قوی داشته باشه صدای رسایی داشته باشه من آهنگ های بسیار زیبایی میشنوم از ایران میاد ولی صداهایی که روش گذاشته شده همه از طریق آتاچیون رفته یعنی روی صحنه اون کار رو به احتمال 90 درصد نمیتونن انجام بدن وقتی خواننده روی صحنه میاد یه صدای دیگه ای ازش میشنوید تا اون صدایی که توی سی دی یا نوار یا روی اینترنت شنیدید همچنین خواننده میاد روی صحنه و واقعا نمیتونه صحنه رو بگردونه چون این کار نیست خواننده توی استودیو برای استودیو ساخته شده خیلی هم کارش خوبه ولی برای کسی مثل من خدا رو شکر اگر تازه بخوام بگم بد نبوده که هیچی کمکم کرده به نظر من به کار من به خاطر اینکه فرق بین خواننده روی صحنه و خواننده توی استودیو بیشتر و بیشتر داره معلوم میشه با خواننده های جدیدی که میان تو کار به قول خودتون خیلی هم زیاد هستن بله ولی اون باز میگم اونها فقط حالت آماری دارن خواننده باید روی صحنه بره برنامه اجرا کنه بتونه با مردم تماس برقرار کنه آهنگش رو به خوبی بتونه اجرا کنه همونطوری که توی سی دی میشنوند اجرا بکنه اون وقت اون وقت من به شما میگم که این خواننده ای هستش که بله اومده توی بازار و واقعا هم خواهد ماندگار من خواهد بود سوال بعدی هم از اون سوالایی که تقریبا من هر هفته دریافت میکنم یعنی هر مهمونی داریم به اصطلاح باید اینو به یه نحوی ازش بپرسیم گفتن که آیا فرشید امی برنامه ای داره با سایر هنرمندهای ایرانی که در لس آنجلس هستن ترانه های دو صدای اجرا کنه یا حتی کنسرت مشترک بذاره اه من سوال خوبیه چون من بیشتر کنسرت هم حالت تک بوده تنها کنسرت ها رو رفتم حتی کنسرت های ایدم هم که داره میاد بیشترش خودم هستم در شهر مختلف آمریکا اه ولی اه یک ترانه من با اندی سه سال پیش بود مثل اینکه به نام تا دنیا دنیاست اجرا کردیم خیلی هم مورد پسند قرار گرفت خود منم خیلی واقعا لذت بردم چون اولا خب دوست خوب من هست اندی همچنین کارش رو دوست دارم خودش موزیسین موزیک بلده ساز میزنه برای من این خیلی راحت بود که بتونم باش ارتباط برقرار کنم از نظر موزیکی تو فکرش بودم که این کارو بکنم امیدوارم که فرصتی پیش بیاد بعد از تو تابستون امسال یا پاییز امسال که بتونم با یکی از خوانندگان خوب لس آنجلس دوباره همکاری داشته باشم و افتخار اینو به من بدن که بتونیم با همدیگه یک ترانه و آهنگ و ویدیویی رو اجرا بکنیم از ایران پرسیدن که شما با کدوم یکی از هنرمندای ایرانی دوستی نزدیک و رفاقت صمیمی دارین رفت آمد دارین و به قول ایشون خیلی با هم حال میکنین حقیقتش با هیچ کدوم اون حالت اونقدر صمیمی رو ندارم که بخوایم رفت و آمد داشته باشیم دلیلش هم اینه که من محلی که من زندگی می کنم دور هست از جایی که بیشتر هنرمندان هستن من بیشتر جنوب لس آنجلس هستم و اونا بیشتر شمال لس آنجلس در منطقه ولی من در نزدیک دریا هستم و در روداندا بیچ و کمتر در تماس هستم باشون ولی با همونطوری گفتم با خیلی هاشون دوست هستم می‌بینمشون آقای ستار، اندی عزیز و اشخاص مختلف ولی ولی با هیچ کدوم حالت رفت و آمدی نداشتم زیاد تا حالا حالا شاید یه فرصتی پیش بیاد در این ماه‌ها و سال‌های آینده این دیر نشده که بیشتر, بیشتر و بیشتر بتونم باهاشون در تماس باشم و بیشتر و بیشتر بتونیم با هم به با امید خدا رفت و آمد داشته باشیم. خیلی دوست دارم این کارو بکنم ولی از یه نظرم یه کم چون که اون موقعی که من تو شهر هستم یکی از دوستان بیرون از شهر هستش برنامه داره بعد من میرم بیرون شهر ایشون برمیگرده تو شهر بنابراین یک کم مشکل هست ولی ان فرصتی میشه که در آینده بیشتر بیشتر باهاشون در تماس باشم در حال حاضر با هیچ کدوم و از این نظرم بیشتر تقصیر خودم شاید هست ولی از این نظرم این چیزی نیست که بهش افتخار بکنم اتفاقا باعث تاسفم هستش که بیشتر باشون در تماس نیستم در پایان این گفتگو اگه نکته خاصی هست یا مطلب دیگه ای که مایلی اشاره کنی خوشحال میشیم بشنویم تنها نکته ای که باید بهش اشاره کنم درباره موسیقی داریم صحبت میکنیم میخواستم بگم واقعا اولی که اومده بودم به لس آنجلس هیچ این ذهنیت در من نبود اینجوری حس نمیکردم الان هرچی بیشتر و بیشتر میگذره واقعا افتخار میکنم به خوانندگان لس آنجلس خودم رو از این مجموعه میارم کنار به عنوان خواننده اینو نمیگم الان به عنوان یه تماشاگر اینو دارم میگم کسی که در لس آنجلس هست و میبینه از نزدیک خوانندگانی که در این چندین و چند سال واقعا در لس آنجلس تلاش کردن موسیقی, ایرانی رو زنده نگه داشتن در شرایطی که موسیقی قدغن بود در داخل کشور و مجبور بودن مردم بیان بیرون از کشور خواننده هاشون رو ببینن تا جایی که دیگه دولت مجبور بود در ایران یکی از این دو راه انتخاب کنه یا خواننده های لس آنجلس رو بیاره داخل ایران برنامه اجرا کنن که مردم از ایران بیرون نرم پولشون رو بیرون ایران خرج نکنن یا اینکه خواننده های خودش رو پرورش بده از داخل ایران که همون کارم کرده میبینم خیلی هاشون بسیار خوب هستن صداهای بسیار خوبی دارن و فقط میگم من هر موقع به این موضوع فکر میکنم بیشتر و بیشتر افتخار میکنم به دوستانم در لس آنجلس که در این چندین و چند سال با تلاش بسیار زیادی که کردن و این موسیقی ایرانی رو در دنیا زن نگه داشتن با کنسرت هاشون با آلبوم هایی که بیرون دادن تا اینکه کار به جای رسید که بالاخره موزیک در ایران حالا به هر نحوی، یه جوری به هر طوری که میخواین بهش نگاه بکنید خیلیا بهشون جواز داده شد تا بتونن موزیک موزیک اجرا کنن موسیقی اجرا کنن و خیلیاشون هم میبینیم که از ایران میان در لس آنجلس حتی برنامه اجرا میکنند و برمیگردن به امید اون روزی که ما هم خواننده هایی که در لس آنجلس هستن ما رو غریب ندونن در ایران و اون روزی برسه که ما هم برگردیم به کشور خودمون و در ایران برنامه اجرا کنیم ما خیلی سال بیرون از ایران هستیم ولی هیچ کدوم از خواننده های ایرانی نبودن که درباره ایران نخونده باشن و هر لحظه نگفته باشن ایران 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 بنابراین امیدوارم که دو دستگی نباشه بین خوانندگان ایران و لس آنجلس همه رو یکی بدونیم و قدر خواننده های لس آنجلس من نه بقیه خواننده ها رو بدونیم و واقعا میگم از نظر خودم به تک تکشون افتخار میکنم. فرشید امین از شرکتت در برنامه امروز سپاسگزارم برای آرزو موفقیت میکنم در ادامه فعالیت هایی که در پیش داری. مرسی همچنین آرزوی موفقیت دارم برای شما بهنود جان مرسی از دعوتتون به همه بینندگان عزیز یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم برای حمایتتون تا با آرزوی بهترین ها تا آینده نزدیک انشالله همدیگر دوباره خواهیم دید مرسی از فرشید امین در لس آنجلس